علی‌رغم اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2021 رو به عنوان سال بین‌المللی حذف کار کودک نامگذاری کرد تا کشورهای عضو این سازمان موظف به انجام فعالیت‌هایی برای کاهش کار کودکان بشن، اما در فاصله 44 روز تا پایان سال 2021 تعداد کودکان کار در ایران همچنان در حال افزایشه. در ایران حتی آمار دقیقی هم از تعداد کودکان کار وجود نداره و آمارهایی که مقامات مختلف در سال‌های اخیر ارائه دادن دارای اختلاف‌های چشمگیر و میلیونی بوده. به طور مثال پیروز هناچی شهردار اسبق تهران در 2 تیر 1398 گفته بود 409 هزار کودک کار در کل ایران شناسایی شدند، اما ناهید تاج‌الدین که اون زمان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بود 5 روز قبل از سخنان شهردار تهران از آمار 3 تا 7 میلیون نفری کودکان کار در ایران پرده برداشته بود. رضا شفاخا، حقوقدان و مددکار اجتماعی که سابقه سالها همکاری با سازمان مردم نهاد جمعیت امام علی رو در حمایت و آموزش کودکان کار داره، در گفتگو با ایران وایر از سخنان اخیر علیرضا زاکانی شهردار تهران که قول جمع‌آوری کودکان کار رو داده انتقاد کرد و گفت شهرداری تهران صلاحیت علمی و قانونی برای برخورد با کودکان کار رو نداره. رضا شفاخا توضیح داد همیشه اختلاف نظر بین شهرداری‌ها و سازمان بهزیستی درباره نهاد مسئول در موضوع کودکان کار وجود داشته، اما حالا برخلاف گذشته که شهرداری تهران در نهایت کنار می‌کشید، زاکانی می‌خواد به صورت جهادی مسئله رو جمع کنه. در حالی که شهرداری طبق قانون مسئول این کار نیست و موزل اجتماعی هم یک روز پدید نمیاد که یک روز جمع بشه. این مددکار اجتماعی در ادامه گفت طبق همین آیین‌نامه که آقایون نوشتن در دهه 80 آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار خیابان قرار بود که خانواده‌های این کودکان توانمند بشن، این کودکان ساماندهی بشن نه جمع آوری، به این معنی که شناسایی بشن، خانواده‌هاشون شناخته بشه، توانمند بشن به لحاظ اقتصادی، یک حداقلی از رفاه و آسایش و معیشت رو داشته باشن که دیگه لازم نباشه بچه‌ها بیان سر چهار کار بکنن. ولی مستحضرید اون چیزی که حالا فعالین اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد به عینه دارن میبینن اینه که مثلا کودکی رو جمع آوری میکنن از سر چهار را با خانوادهش تماس میگیرن و حالا مثلا ظرف یه روز دو روز نهایت یک هفته با اصرار والدینی که ممکنه اتفاقا بد سرپرست هم باشن کودک به خانواده تحویل داده میشه بدون اینکه اون پروسه توانسازی انجام شده باشه یا اون قضیه روند رصد مستمر این خانواده ها که در آیین نامه ذکر شده باشه بدون اینکه این روند طی بشه. رضا شفاخا از واژه نانآوران کوچک برای کودکان کار استفاده میکنه و معتقد است عوارض مدیریت افراد نالایق مانند تورم افسار گسیخته یا درمان کرونا که بین 30 تا 100 میلیون تومان هزینه داره در 2 سال گذشته موجب ریزش بیشتر خانواده ها به زیر خط فقر شده است. شهرداران تهران به عنوان بزرگترین میزبان کودکان کار در دهه های گذشته نتونستن شعارهای خودشون رو در این حوزه اجرایی کنن و تعداد کودکان کار در تهران هر سال بیشتر شده. از شعارهایی مثل ایجاد پایگاه‌های آموزشی برای انتقال و خروج کودکان از محیط‌های ناامن، کاری که توسط شوراهای اصلاح طلب مطرح شد، تا تشکیل قرارگاه‌های جهادی برای جمع‌آوری کودکان کار که جزء برنامه‌های شهرداری محمد باقر قالیباف در طول 12 سال مدیریتش بر تهران بود. حالا هم به نظر می‌رسه علیرضا زاکانی شهردار جدید تهران قصد داره همون شیوه قالیباف در برخورد انتظامی و جمع‌آوری کودکان از سر چهارراه‌ها رو انجام بده. زاکانی 22 شهریور امسال در جلسه‌ای با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وعده داد یک قرارگاه اجتماعی درست می‌کنیم تا کودکان کار و معتادان متجاهر جمع‌آوری بشن. روشی که نگاهی به خیلی عظیم کودکان کار در کارگاه‌های زیرزمینی مانند کوره‌های آجرپزی، قالی‌شویی‌ها یا انبارهای تفکیک زباله نداره و تنها با خالی شدن چهارراه‌ها از کودکان به دنبال حذف صورت مسئله است. ماده 79 قانون کار ایران کار برای کودکان کمتر از 15 سال را ممنوع کرده و ماده 84 این قانون نیز میگه کودکان 15 تا 18 ساله تنها به شرط اشتغال در بنگاه‌های قانونی و بیمه تامین اجتماعی اجازه کار خواهند داشت. قوانینی که مشخص نیست چه زمانی اجرایی خواهند شد.